بسم الله الرحمن الرحیم، خوش آمدید به سلسله ویدیوهای فارمکولوژی کلینیکی بخش فارمکولوژی سیستم تنفسی. و درس امروز ما شما روی استما خواهد بود. اول میام استما را تعریف میکنیم. استما یک مرض التهابی است که مشخصاتش قرار زایل است. برونکیال هایپر اکتیویتی، یعنی برونکس ها فرط فعالیت دارن، که مشخصی از اینا را میتونیم بگیم که یعنی مخاط جاد افراز میکنن برونکس ها. برانکوسپازم هم وجود دارن، یعنی وقتی اول استما به وجود میاد برانک کانستریکشن صورت میگیره، بعد از او باز امکان داره برانکوسپازم هم واقع شود. ادما واقع میشه. چرا؟ چون شما میفهمین وقتی که استما یک حالت آلرژیک است که مقابل یک آنتیجن داخل المنشا یا خارج المنشا به وجود میاد. فرض مثال یک آنتیجن خارج المنشا داخل سیستم تنفسی شد و قرار است سیستم دفاعی عضویتی را من حیث یک انتیجن قبول کنه و مقابلش یک عکس العمل نشان بده، که همین عکس العمل ما شما الرژیک ریاکشن میگیم و میتونیم که باعث استما هم شود. دلیلش این است که وقتی همین انتیجن داخل برونکس ها میشه و این من حیث یک انتیجن شناخته میشه، در نخست خود امینه است که ریوی مقابل از یک سلامت نشان میده. فرض مثال هستامین افراز میکنه، دیوکوتراین افراز میکنه، در نتیجه سلولر پرمیبیلیتی افزایش پیدا میکنه، وازودایلیشن صورت میگیره، خود الایم پری انفلامیتری صورت میگیره، که تمام اینها باعث دما شدن میتونن، چون وازودایلیشن شد، سلولر پرمیبیلیتی افزایش پیدا کرد، تا که اینا میخواین با همی میکانیزمی که اول هستامین و لوکوتراین افراز میشه، مخاط افراز میشه، سیلر پرمیلیتی افزایش پیدا میکنه، جیجان خون زیاد میشه، اینا میخواین که همین آنتیجن دوباره خارج کنن و اجازه ندن که آنتیجن داخل طرق تنفسی شوه، یعنی داخل نسج ریوی شوه و به طور مثال داخل الویولی شوه، که همین میکانیزم باعث ادما شده میتونه و در اخیر هم میتونه که سلولر انفیلتریشن صورت داشته باشه، یعنی ارتشاء حجرات. کدام حجرات؟ حجرات التهابی. وقتی که همی سیستم تنفسی نتونه که همی آنتیجن خارج بسازه، باز کمک میطلبه. کمک از کی میطلبه؟ از حجرات سفید خون، که باعث میشه که سلولر انفیلتریشن واقع شود. به طور مثال حجرات لیمفوسایت و حجرات ایزونوفیل بسا هم میاین و کوشش میکنن که همی آنتیجن از بین ببرن. در تصویر شما نمیتونن که یک برانکس نرمال است، که شما میبینین برانکیال تیوبش هم نرمال است و همچنان مخاط هم افراز نشده و عضلاتی که خود برانکیال تیوب و مخاط ساختن اونا هم ریلکس هستن، یعنی متقلص نیستن. اما یک شخصی که استما داشته باشه، شما برانکس را به این شکل میبینین. حجراتش یا همو عضلاتی که مخاط شدن اونا کانترکت میکنن، تقلص میکنن و خود لومن برانکس کم میشه. ببینین عضلات زخیم شدن، همچنان مخاط افراز میشه و خود لومن هم التهابی میباشه، چون یک پروسه التهابی است. پس این مشخصات یک برانکسی است که استماتیک است. در استما ما دو ریسپانس داریم، یکی early asthmatic response داریم، یکی late asthmatic response داریم. early asthmatic response زمانی است که انتیجن مجردن که داخل سیستم تنفسی شده، این ریسپانس در مقابلش با وجود میاد، که این ریسپانس بیشتر مربوط میشه به هستامین و لیکوتراین ها، که هستامین و لیکوتراین ها از جمله منبعات ارلی استماتیک ریسپانس هستند که 30 الی 60 دقیقه دوام میکنه. اگر تواناییش رسید و آنتیجن بیرون ساخت، پس ادامه پیدا نمیکنه. اما اگر تواناییش نرسید و آنتیجن برطرف نشد، باز به لیت استماتیک ریسپانس می انجامه. و در این حالت چون لیکوتراین هم افراز میشه، هستامین هم افراز میشه و اینا پرو انفلاماتوری میدیاتورها هستن، یعنی انفلاماسیون زمینه سازی میکنن، برانکوسپازم هم با وجود میاد، که دلیلش شما میفهمین برانکس ها میخواین نزدیک شوند تا اینکه همو حرکات سیلیایی که وجود داره همی آنتیجن در خود بگیرن و سیلیا یا همو اهداف به طرف بیرون همی آنتیجن خارج بسازن. یعنی هستامین، لیکوتراین پرمیبیلیتی حجره را زیاد میسازن، وازودایلیشن با وجود میارن، خود مخاط زیاد افراز میکنن، در این زمان برانکوسپازم هم واقع میشه، یعنی برانکس کانترکت میکنن، تخلص میکنن، نزدیک میشه تا اینکه بتونن توسط سیلیاهایی که وجود داره توسط مو آنتیجن خارج بسازن. اما زمانی که همین صورت واقع نشد، باز امکان داره به لیت استماتیک ریسپانس بیانجامد. هستامین چی است؟ هستامین یک کیمیکال مسنجر است که در حجرات مستسل ساخته میشه. حجرات مستسل
هستامین میسازن، در خود ذخیره میکنن. زمانی که یک منبع می فرض مثال یک حالت آلرژیک به وجود می یا یک التهاب به وجود می باز مسل دیگرانولیت میشن، یعنی همین گرانول های خود آزاد میسازن که گرانولشان هم هستامین است که هستامین رسپتورهای بسیار زیاد داره و در فاکتورهای بسیار زیاد عضویت رول دارن. فرض مثال در حالات آلرژیک، در انفلاماتوری ریاکشنز، در گاستریک اسید سکریشن و همچنان من حیث نیوروترانسمیتر در سینه عمل کرده میتونن که شما میفهمین سایر خصوصیات مربوط به آخذه H1 میشه و افراز اسید معده مربوط به آخذه H2 هستامین میشه. روی لیکوتراین ها در بخش ادویه ضد التهاب مفصل صحبت کردیم، میشه که به خاطر مرور به ویدیو ضد التهاب رجوع کنین. گفتیم وقتی که آنتیجن برطرف نشود بستمن به لیت اسماتیک ریسپانس می انجامه که در اینجا انفلتریشن حجرات واقع میشه، یعنی حجرات ارتشا میکنن، حجرات مهاجرت میکنن. از کجا؟ از اون نواحی که حجرات سفید خون است، فرض مثال پلازمای خون، فرض مثال عقدات لیمفاوی، فرض مثال نواحی که حجرات سفید خون می سازن، از اونها مهاجرت میکنن به ناحیه‌ای که امی آنتیجن آمده و میخوان آنتیجن برطرف کنن یا از بین ببرن، که این حجرات ایزونوفیل و لیمفوسایت بوده میتونن. کی حجرات وقت داخل ساحل التهابی میشن یا ساحل که آنتیجن وجود داره میشن، یک التهاب به وجود میارن که برانکو کانستریکشن درش وجود داره، یعنی تقبض قصبه و همچنان انفلامیشن التهاب، چون این حجرات التهابی هستن موکوس پلاکینگ هم درشان دیده میشه، یعنی مخاط پلاک میشه چون التهاب به وجود آمد. در این تصویر که در بخش ادویه ضد التهابی ما شما را مطالعه کردیم، به شکل خلاصه تمام امو میکانیزم به وجود آمدن لیکوتراین ها، پروستاگلاندین، پروستاسیکلین و ترومبوکسان و ما شما در اینجا بیان کردن که ممبرین فاسفولیپید ما شما داریم، روی ممبرین فاسفولیپید انزایم فاسفولیپیز ایدو عمل میکنه و آرکیدونیک اسید ساخته میشه. حالا آرکیدونیک اسید دو را داره، یا سایکل اکسیجناز یا هم لیپ اکسیجناز. اگر با سایکل اکسیجناز رفت توسط انزایم های کوکس 1 و کوکس 2 تحت عملیه اندوپروکسیدیز پروستاسیکلین، پروستاگلاندین و ترومبوکسان ساخته میشه که روی فاکتورها و تمام دواها و مشخصاتی میدیاتورها ما شما در بخش ادویه ضد التهاب صحبت کردیم که انسید، کوکسیب و کلوکورتوید ایجا عمل میکنن. و اگر آرکیدونیک اسید پاتوی لیپ اکسیجنیز به خود گرفت و هایدروپروکسیدیز شد، لیکوتراین هم میسازه که لیکوتراین از جمله میدیاتورهای ارلی اسماتیک ریسپانس هستن، یعنی باعث به وجود آمدن ارلی اسماتیک ریسپانس میشن. حال ما شما فیزیولوژی نرمال شفا میدیم، حال میخوایم فارمکولوژی رو روش تطبیق کنیم و بگویم که فارمکولوژی در کجا دیگه مفید است. اگر یک شخص گلوکوکورتیکوئید میگیره، فرض مثال دوای دکسمتازون میگیره یا دواهایی که تحت نام استروئید یاد میشن از اونها میگیره، این دوا میره انزایم فاسفولیپیز ایدو را نهی میسازه. وقتی که انزایم نهی شد، آرکیدونیک اسید اصلا ساخته نمیشه. پس وقتی که آرکیدونیک اسید ساخته نشد، نه پروستاسیکلین ساخته میشه، نه پروستاگلاندین، نه ترومبوکسان، نه هم لیکوتراین. پس ما شما از منشأ تولید میدیاتورهای التهابی را نهی ساختیم. دوم، دانشمندان دوایی ساختن که آرکیدونیک اسید ساخته شوه اما تحت پاتوی لیپ اکسیجناز قرار نگیره. دواهای تحت نام زلتون ساختن که اینا لیپ اکسیجناز نهی میسازن. وقتی که لیپ اکسیجناز نهی شد، تنها راهی که آرکیدونیک اسید داره است که سایکلو اکسیجناز شوه. پس در این حالت ما شما میگیم که تولید پروستاکسیکلین، پروستاگلاندین و ترومبوکسان افزایش پیدا میکنه، چون سابق اگر 50-50 تقسیم میشدن، حال 100% تحت سایکلو اکسیجناز قرار میگیره. قسمی که در ادویه التهابی گفته بودیم که انسید وقتی به مریض داده میشه، سایکلوکسیجنازش نهی میشه، در نتیجهش لوکوتراین بیشتر ساخته میشه. به میلت کسی که استما داشته باشه و انسید استفاده میکنه، اعراض استمایش زیاد میشه چون لوکوتراین بیشتر ساخته میشه. حالا هم چون لیپوکسیناز نهی شد، سایکلوکسیناز زیاد میشه، پروستاسیکلین، پروستاگلاندین و ترومبوکسان زیاد ساخته میشن. بعد از این بازم روش کار کردن دانشمندا و گفتن که تا لیکوتراین هم درست است، لیکوتراین هم ساخته شوه اما لیکوتراین عمل کردن نداره، یعنی رسپتور لیکوتراین بلاک کردن تحت دواهایی که تحت نام لوکاست هستند. یعنی دواهای لوکاست چی میکنن؟ رسپتور لیکوتراین بلاک میکنن. وقتی که رسپتور لیکوتراین بلاک شد، پس لیکوتراین نمیتونه که فعالیت کنه. لیکوتراین وجود داره، تولید شده در خون وجود داره اما نمیتونه که فعالیت کنه چون رسپتورش بلاک شده.
در ایشی ما شما باز هم روی فاکتورهای صحبت میکنیم که باعث برانکو کانسترکشن و برانکو دایلیشن میشن. شما دیگه میفهمید شخصی که استما داشت باید فاکتورهای برانکو کانسترکشنش نهی کنیم و فاکتورهای برانکو دایلیشنش تنبیه کنیم. کدام فاکتورها باعث برانکو کانسترکشن میشن؟ اول استالکولین. استالکولین شما باید دارید مربوط سیستم پاراسمپاتیک میشه. سیستم پاراسمپاتیک از طریق آخذه ام سی باعث تقبض قصبات میشه. پس تاثیرات مثبت بالای برانکو کانسترکشن داره. به خاطر نهی از این ماش ما چی میکنیم؟ دوام میدیم. چی؟ ام بلاکر. ماسکارینک ریسپتور بلاکر. فرض مثال به طور مشخص اپراتروپیام. چون اینا به شکل انشاقی ساخته شدن که وقتی توسط عملی انشاق گرفته میشن تنها در ریه عمل میکنن، از وصل شدن استالکولین به آخذه ام جلوگیری میکنن، در نتیجه تاثیرات پاراسمپاتیک در نسج ریه کاهش پیدا میکنه، تاثیرات سمپاتیک غلبه میکنه و برانکو دایلیشن به وجود میاد. فاکتور دومی که باعث برانکو کانستریکشن میشه ادینوزین است. میکانیزمش دقیق دانسته نشده اما ادینوزین باعث برانکو کانستریکشن میشه. دانشمندا یک مولکول یک دوای را ساختن تحت نام تیوفیلین که تیوفیلین ادینوزین نهی میکنه، در نتیجهش وقتی ادینوزین وصل شده نتانست پس برانکو کانسترکشن به وجود نمیه بلکه برانکو دایلیشن به وجود میه. دیگر گفتیم لیکوتروین ها باعث برانکو کانسترکشن میشن. ما شما به خاطر نهیش دو نوع دوا داریم. زلتون از تولید لیکوتروین جلوگیری میکنه با نهی انزایم لیپوکسیجناز و لوکاستا هم از وصل شدن لیکوتروین به رسپتورهایش جلوگیری میکنن. پس میکانیزم فهمیدیم، دوا را هم تطبیق کردیم. ماسکارینک بلاکرها از وصل شدن استالکولین جلوگیری کردن. تیوفیلین از وصل شدن ادینوزین وصل جلوگیری کرد. لوکاستا از وصل شدن لوکوتروین جلوگیری کرد. زلتون از تولید لوکوتروین جلوگیری کرد. در نتیجه تمام فاکتورها برانکو دایلیشن با وجود آمد. اعراض مریض خوب شد. چون یکی از اعراض عمده مریض استما را شما میفهمین برانکو کانستریکشن است. تقبض قصبات، هوا درست نمیگیرن. به علت است که شورتنس آف برید دادن، ویزنگ دارن و سایر فاکتورهایی که نشان با وجود می داشته باشه. اگر شما برانکسایش را هایلایت کنین مریض هوا خوبتر میگیره. وقتی که هوا خوبتر گرفت اعراضش کاهش پیدا میکنه. دوم گفتیم فاکتورهایی که باعث برانکو دایلیشن میشن. طبعا این را باید ما شما در استما افزایش بدیم. شما میفهمین رسپتورهای بتا استیمولیتوری هستن، از طریق جی اس پروتئین عمل میکنن، یعنی وصل شده به جی اس پروتئین هستن. وقتی که فعال میشن ادینال سیکلاز فعال میکنن. ادینال سیکلاز سیکلیک ایمپی را میسازه و وقتی که سیکلیک ایمپی در داخل حجرات زیاد شود حجرات ملسایی که وجود دارن ریلکس میکنن. وقتی که حجرات ملسا ریلکس کردن برانکو دایلیشن با وجود میاد. پس ما باید به مریض بتا اگونیست بدیم، یعنی تنبیه کننده آخذه بتا بدیم. اگر به طور بسیار مشخص بگوییم بتا دو اگونیست بدیم، چون آخذه بتا دو در ریه ها وجود داره. اما یک مضر در اینجا وجود داره. اون مضر کی هست که فاسفودایستریز است. فاسفودایستریز سایکلیک ایمپی را تبدیل میکنه به ای ام پی، یعنی غلظت سایکلیک ایمپی را در داخل حجره کاهش میده. که ما این کار نمیخوایم. ما میخوایم که غلظت سایکلیک ایمپی زیاد باشه. به این دلیل ما شما انزایم فاسفودایستریز نهی میسازیم. توسط چی؟ توسط دوای تیوفیلین. تیوفیلین چی کار میکنه؟ دو کار میکنه. یک انزایم فاسفودایستریز نهی میکنه که از ترجیح شدن سیکلیک ایمپی جلوگیری میکنه. سیکلیک ایمپی در حجره زیاد میشه، حجرات ملسا ریلکس میشن، برانکو دایلیشن با وجود میاد. و دوم تیوفیلین از وصل شدن ادینوزین جلوگیری میکنه، در نتیجه برانکو دایلیشن با وجود میاد. پس تمام پنج گروپ دوایی بود که ما شما ذکر کردیم و تاثیرات برانکو دایلیتور داشتن. حالا میایم روی منیجمنت آف استما صحبت میکنیم. یک شخصی که استما داشته باشه ما شما او را چیگونه تداوی کنیم؟ اول به خاطر اعراض حادش، به خاطر از یک مریض شارت نزاف بریتش از بین بره، با شارت ترم ریلیف ما شما برانکو دایلیتور میدیم. برانکو دایلیتور یک دوای یا یک تداوی سببی نیست، یک تداوی عرضی است. فقط به خاطر کاهش اعراض ما شما را میدیم تا یک مریض راحت شود، اما گرفتگی نفسش راحت شود. اما به خاطر تداویش، چون این یک انفلاماتوری دیزیز است، ما شما آنتی انفلاماتوری ایجنت میدیم، یک دوای میدیم که التهابش نهی شود. مثلا آنتیجن داخل سیستم تنفسی شود اما التهاب ایره نتونه شناسایی کنه و در مقابلش عکس العمل نشان نده. فرض مثال یک شخص با بوی گل حساسیت داره، اما آنتیجن هایی که از طریق بوی گل داخل سیستم تنفسیش میشن ایره بدنش من حیث آنتیجن بشناسه و مقابلش یک عکس العمل نشان میده و دائم نفس تنگ میشه، حتی امکان داره باعث بندش طرق تنفسی شود اگر عکس العملش زیاد باشه.
شما به شکل حاد به برانکو دایلیتور میتین که همون نفسش راحت شود، اما به شکل مزمن و به شکل تداوی شما انتی انفلیمیتری اجنت برش میتین، یک دوای برش میتین که امی انتیجن داخل سیستم شود، اما بدن این انتیجن نشناسه، بدن در مقابلش یک التهاب یا یک عکس العمل نشان نده. خب کدام دوا هستن؟ بیشتر گروپ های دوایی را گفتیم. اول روی بتا رسپتور آگونیست صحبت میکنیم. بازم شما در شما ببینید بتا رسپتور آگونیست ادرنالسیکلاز زیاد میسازه، سیگلیکیمپی زیاد میشه، عضلات ملساری ریلکس میشن، برانکو دایلیشن به وجود میآید. ما شما به طور مشخص از بتا 2 سلکتیو دراگ استفاده میکنیم، چون میفهمین آخذه بتا 2 در ریه وجود داره و آخذه بتا 1 در قلب. کدام دوا هست؟ البیترول، میتاپروترینول و تربوتالین. کی دواها فوق العاده زیاد در مریضان استماتیک استفاده میشن. به خاطر چی؟ به خاطر اکوت برانکو کانستریکشن. مریض به شکل حاد تقبض قصبات داره، هوا بسیار کم میگیره، میگه نفس تنگ هستم، نفسم گرفته نمیتونم. شما برش از این دوا به شکل اسپری تطبیق میکنین، مریض راحت میشه. چرا؟ چون برانکاسایش دایلیت میشن. وقتی برانکاس دایلیت شد، مریض هوا را گرفته میتونه. همچنان در کسایی که اکسرسایز اندیوست استما دارن، یعنی وقتی که تمرین میکنن نفس تنگ میشن، در او کسا به شکل وقایوی ما میتونیم از این دواها استفاده کنیم. یک کس هست میخوای فوتبال کنه اما در فوتبال نفس تنگ میشه، اکسرسایز اندیوست استما داره اما فوتبال ها بسیار خوش داره، از شما تقاضا میکنه که یک راه چاره برش پیدا کنه. شما برش میگین که از این دواها به شکل انشاقی یک دو سپری قبل از فوتبالت بگی، دیگر راحت فوتبال انجام بده، چون در وقت فوتبال برانکاسایش دایلیت میباشن، مریض استماتیک نمیشه. و در این جمله لانگر اکتینگ داریم، دواهایی که به شکل دوامدار عمل میکنن یا میکانیزم عملشان زیادتر است یا مو هالف لایفشان طولانی‌تر است، که دوای سالمیترول است که دواها به خاطر کاهش دادن نایت اتاکس استفاده میشن. یعنی یک کس است وقتی که خواب میکنه ساعت یک شب دوی شب بیدار میشه و دفعتن طرف کلینیکی میدوه چون نفسش تنگ میباشن، میخوای هوای تازه بگیره. اینی کسا میگن که نایت تایم اتاکس آف استما، یعنی حملات شبانه استما داره. باز به شکل وقایوی دکتر به این میگه که قبل از خواب سالمیترول یک دو سپری کش کو، چون ای لانگ اکتینگ است تمام شب برانکاسایت دایلیت نگاه میکنه. و همچنان وقتی که از این استفاده میکنین، دوز سایر دواهایی که در زمینه از این سالمیترول استفاده میشه او را کاهش میتین، چون سالمیترول تاثیراتش بیشتر از و اما اراز مریض کاهش میده. با شما میتونید که دوز سایر دواهایتون کمتر بسازین. ایروسولیک فارمش چی است یا امو شکل‌های انشاقیش؟ اینا تاثیرات سیستمیک توکسیسیتیشان بسیار کم است، چون فقط به شکل موضعی در ریه تطبیق میشه، دوباره به شکل موضعی از ریه اطراح میشن. اما بعضن امکان داره باعث انزایتی شون، باعث مسل ترمور شون و باعث کاردیوواسکولار توکسیسیتی وقتی که اووریوز شون. انزایتی تاثیراتش بیشتر مرتبط میشه با خود گرفتن دوا. مسل ترمور چون میفهمین آخذه های اویه که در مسل وجود دارن بتا 2 هستن، وقتی که تنبیه میشن عضلات تقلص میکنن و باعث مسل ترمور شده میتونن. همچنان باعث کاردیوواسکولار توکسیسیتی وقتی که بسیار زیاد استفاده شون، چون شما میفهمین وقتی که بتا 2 داخل سیستم تنفسی میشن یا داخل سیستم دورانی میشه، آخذه های بتا 2 اویه را تنبیه میکنه. وقتی که آخذه بتا 2 اویه تنبیه شوه وازو دایلیشن به وجود میاد. وقتی که وازو دایلیشن به وجود آمد فشار مریض پایین میشه. فشار که پایین شد با شکل ریفلکس تاکیکاردی به وجود میاد. اونم ریفلکس تاکیکاردی و کاهش فشار خون با شکل به نام کاردیوواسکولار توکسیسیتی یاد میشه. یعنی اگر اووریوز نشه کدام مشکل نداره. دوم گروپ دواهایی را گفته بودیم که از وصل شدن استالکولین به ماسکینک رسپتور جلوگیری میکنه. در جبین استالکولین به شکل نرمال قرار است که به ام رسپتور برانکاسا وصل شود و برانک کانستریکشن به وجود بیاره. ما شما اینا نمیخوایم، ما شما نهیش میکنیم. دوای ام بلاکر میدیم، استالکولین نمیتونه که به رسپتور خود وصل شود، در نتیجه برانکو کانستریکشن به وجود نمیاد بلکه برانکو دایلیشن به وجود میاد. که دواهای مشخص که استفاده میشه اپروتروپیام و تیوتروپیام است، که با شما گفته بودیم که دواهایی که تروپ در نامشان داشتن او دواها ام بلاکر هستن، مثلا اتروپین، مثلا اپروتروپیام یا تیوتروپیام یا سایر دواهایی که هستن. این دواها هم به شکل انهلشن گرفته میشن، وایس برانکو دایلیشن میشن و میکانیزمی که ذکر کردیم در مریضایی که اکوت استما دارن استفاده میشن، به خصوص در مریضانی که سی او پی دی دارن. در سی او پی دی شما میفهمین از مشخصات مریضان سی او پی دی مشابه به استما هستن. در سی او پی دی هم یک مریض
هم امفیزیما داره هم کرونیک برانشایتس داره. امفیزیمایش همو است که مخاط جد افراز میشه و کرونیک برانشایتس حالتی است که التهاب برانکاس با وجود آمده اما علت از او یک انتان است. علت از او یک انتیجنه که الرژیک است نیست مثل استما وارد. او علتش یک انتان است. پس باز هم یک عکس العمل التهابی وجود داره که مخاط زیاد است و برانکاس ها تقبض کردن. یعنی مریض امو شکایاتش مشابه به استما میباشه. بر علاوه شکایات یک مرض انتانی مثلا تب. پس در یک مریض شما وقتی که برانکو دایلیت میکنین مریض ارازش برطرف میشه. این دواها نظر با بیتاگونست راحت هستن یعنی مسئول هستن. چرا؟ چون اینا کاردیوواسکولار دیزیز باعثش کم میشن چون مشکلات قلبی را وقع با وجود نمیارن یعنی جذب سیستمیکشان از طریق انشاقی کمتر است. کسی که مثلا بیتا بلاکر میگیره شما میفهمین بیتا بلاکر باعث تقبض قصبات میشه. خود بیتا باعث توسع قصبات میشه، بلاکرش باعث تقبض میشه. کمی تقبض برانکوسپازم میگن. یک شخص بیتا بلاکر زیاد میگیره، تقبض قصبات نزدش با وجود آمده. آخذه های بیتا بلاک هستن. شما راه دیگه ای که دارن چی هسته؟ پاراسمپاتیک است. آخذه های ام. وقتی که آخذه ام شما بلاک کنین، تاثیرات پاراسمپاتیک نهی میشه، سمپاتیک غلبه میکنه، برانکودایلیشن با وجود میاد. ساید افکتشان تقریبا مشابه به اتروپین است اما بسیار کم چون سیستمیک تطبیق نمیشن بلکه به شکل انشاقی فقط در سیستم تنفسی تطبیق میشن. دوای سیما تیوفیلین گفتیم. تیوفیلین باعث برانکو دایلیشن میشه. با چند میکانیزم؟ با دو میکانیزم. اول انزایم فاسفودایستریز نهی میکنن سیکلیک ایمپی زیاد میشه. سیکلیک ایمپی وقت زیاد شد حجرات ملسا یا عضلات ملسا ریلکس میکنن و برانکو دایلیشن به وجود میاد. دوم از طریق آنتاگونایز کردن فعالیت ادینوزین. ادینوزین چی بود؟ باعث برانکو کانستریکشن میشد. وقتی آنتاگونایز شد برانکو دایلیشن به وجود میاد. این دواها بسیار کم استفاده میشن چون نیروتروپایدیک ویندو دارن. یعنی اگر دوزش کم از مینیمم افکتیو دوز بیشتر شوه شاید توکسیک شوه. وقتی که توکسیک شوه باعث دلبدی، اسهالات، کاردیو واسکولار پرابلمز مثلا هارت ریت زیاد میکنه، آرتمی به وجود میاره یا هم سی ان اس اکسایتیشن به وجود میاره و میتونه که درگ انتراکشن هم به وجود بیاره. مثلا اگر یک شخص تیوفیلین همراه با اریترومایسین میگیره یا سیمیتیدین میگیره یا فلوروکینولون میگیره توکسیسیتی تیوفیلین چانسش بیشتر است. به او دلیل یک دوای مسئول نیست به خاطر تطبیق تمریزان استماتیک اما زمان شما تطبیق میکنین که با سایر دواها نتیجه نگیرین یعنی مجبور شوین که از این دوا استفاده کنین. کسایی که استاتوس استماتیکوس دارن یا فرض مثال برانکوسپازم دارن شما میتونین امیونوفیلین به شکل آیوی تطبیق کنین که یک مشتق از تیوفیلین است. کرومایلین و نیدوکرومایل این از دواهایی هستن که از دیگرانگیز شدن حجره مستل جلوگیری میکنن. یعنی شما این یک حجره مستل فکر کنید و در داخلش هستامین وجود داره و وقتی که یک تنبه آلرژیک یا فرض مثال یک تنبه خود التهابی به وجود میاد این باید دیگرانلیت شود و هستامین افراز کنه یا مولکوتراین هم افراز کنه. این دواها چی میکنن؟ این دواها حجره مستل پوش میکنن. حجره مستل وقتی پوش شد وقتی که تنبه بهش میاد اول خود تنبه به حجره مستل نمیرسه. اگر تنبه به مستل برسه توانای دیگرانلیت شدن ندارن یعنی توانای افراز هستامین و لوکوتراین ندارن. در نتیجه هستامین و لوکوتراین افراز نمیشه. وقتی که افراز نشد امو ارازی که با وجود میآورد امو التهاب امو عکس العمل با وجود نمیآید. پس این باعث کاهش اراز میشه. برانکیال هایپر اکتیویتی را هم کاهش میده بخصوص مقابل الرژن ها چون الرژن باعث حجر فعال شدن حجرات مسل میشه. وقتی که حجرات مسل هستامین و لوکوتراین افراز کردن نتونن پس امو التهاب یا حالت آلرژیک به وجود آورده نمیتونن. سیستمیک توکسیسیتیش بسیار کم است فقط میتونه باعث تخریش گلو و سلفه شوه. اگر یک نفر از این دوا بگیره و مشکلات بهش پیدا شوه مثلا امیتروت اریتیشن یا سلفه ما شما توسط تطبیق بیتا دو اگونیست امیاراز شو هم برطرف میکنیم. یعنی مثلا کرومایلین همراه با بیتا دو اگونیست یک جای تطبیق میکنیم. کرومایلین از دیگرانلیت شدن مستل جلوگیری میکنه اما باعث سلفه شاید شوه. وقتی که بیتا دو اگونیست میتین چون برانکس ها دایلیت میشن دوباره سلفش هم از بین میره. دوای پنجم ما شما گلوکوکورتیکوید است. قسمی که پیشتر گفتیم از منشه تمام میدیاتورهای التهابی را نهی میسازن. در نتیجه
برانکیال هایپر اکتیویتی کم میشه. چرا؟ چون لوکوتراین ساخته نشد. پروستاگلاندین کم ساخته میشه. لوکوتراین ها کم ساخته میشن و انفلاماتوری انترلوکین هم کمتر ساخته میشن. چون ما شما نهی تولید اراکیدونیک اسید با وجود آوردیم. یعنی اراکیدونیک اسید ساخته نشد. که دواهای مثلا بیدونوزاید و فلونیزیلیت از جمله دواهایی است که به شکل انهلیشن گرفته میشن و به خاطر اکوت اتاکس و پروفایلاکسیس استفاده میشن. یعنی یک شخصی که اکوت اتاک داشته باشد در پهلوی برانکودایلاتور شما از هم به شکل انشاخی به مریض داده میتونید و اگر یک شخصی که به شکل وقایعی ضرورت داره به او هم شما تطبیق کرده میتونید. عمدترین عارضه جانبی از اوروفارنجیال کاندیدیاسیس است، یعنی خشکی دهن و بلعوم که شما توسط یک سلسله لحاظ به نام اسپیسرز که فاصله میتن، یعنی هم اسپری را فاصله میتن از بلعوم و مستقیما داخل سیستم تنفسی را یعنی تطبیق میکنن که توسط از شما میتونین از کاندیدیاز فمی هم جلوگیری کنین. در دوزهای پایین باعث دی سنسیتایزیشن حجرات بی ریسپتور میشن. مثلا یک شخص بیتا دو اگونست زیاد گرفته و بیتا دو اگونست اکتما زیاد گرفت، برانکودایلیشن زیادتر داشت موجود میشه و حجرات بیتا ریسپتور زیادتر تنبیه میشن. وقتی که دوز پایین گلوکورتیکوید شما تطبیق میکنین، حجرات بیتا مقابل بیتا دو اگونست کمتر حساس میشن، یعنی کمتر جواب میدن. بازم علت است که برانکودایلیشن شدید نزد شخص به وجود نمیآید. پردنیزون که به شکل اورال تطبیق میشه و آی وی استروئیدز که تمام گلوکورتیکوید که به شکل آی وی تطبیق میشن، اینا به خاطر سیویر اکوت اتاک استفاده میشن. مثلا یک شخص است استماتیک است و کاملا عمله شدید سرش آمده و تنفسش بند شده، یعنی بند میشه، یعنی فکر میکنید که تنفسش در حال بند شدن است، شما به یا آی وی میتین یا هم پردنیزون فهمی میتین که اعراضش به شکل سری برطرف میسازه. آنتی لوکوتراین پیشتر گفتیم که زفیرلوکاست و مونتیلوکاست از وصل شدن لوکوتراین به رسپتورش جلوگیری میکنن، یعنی لوکوتراین ساخته میشه اما به رسپتورش که LD4 است وصل شده نمیتونن. این دواها سلو آن سد هستن، یعنی شروعشان وقتگیر است، به حمله ها تطبیق نمیشن. به شکل وقایوی شما میتونین با نفرایی که مقابل یک چیز آنتیجنیک استماتیک هستن یا مقابل اکسرسایز یا مقابل یک دوا میتونین که به شکل وقایوی برش از این دواها استفاده کنین، چون قبل از قبل شما آمادگی میگیرن چون این سلو آن سد است. اما یک کسی که به شکل هات ضرورت داشته باشه دوای انتخابی نیست. زلتون گفتیم که انزایم لیپوکسیجناز به شکل سلکتیو نهی میکنه و از تولید لوکوتراین جلوگیری میکنه. وقتی که لوکوتراین ساخته نشد بازم هم اعراض آلرژیک و التهابی به وجود نمیآیند. که این دواها خوبیشان مقابل لوکاستایی هست که مور رپید آنست است، در حدود 1 تا 3 ساعت فعالیت میکنند. اما بازم چون به شکل هاد نیستن نمیشه که از اینا استفاده کرد. پس در پهلوی استروئید میشه که از اینا استفاده کنیم. مثلا به یک نفر دکسامتازون میتین، زلتون میتین. دکسامتازون به شکل هاد اعراض شب طرف میسازه و زلتون باز 1 تا 3 ساعت بعد لیکوتراین جلوگیری میکنه و از ادامه التهاب جلوگیری میکنه، چون به خاطر ادامه التهاب باید لیکوتراین موجود باشه. اما وقتی لیکوتراین نباشه التهاب ادامه پیدا نمیکنه. به خاطر کسایی که استماتیک هستن ما شما با اکوت اتاکش یک شارت اکتینگ بتا 2 اگونیست میدیم. یک شخصی که ما شما چون دوا زیاد خواندیم گفتیم که اکیوت هات پروفایلکت، حالا میشه که خلاصه کنیم که در کلینیک شما چیکار استفاده کنید. یک شخصی که اکیوت اتاک داشته باشه یک شارت اکتینگ بتا 2 اگونیست براش میتین، مثلا آلبیترول میتین، مثلا تربوتایلین میتین که اما عملش به شکل هات جلوگیری کنه و به شکل پروفایلکسیس یا به خاطر جلوگیری از حمله معمولا گلوکورتیکوید استفاده میشه. یعنی فرض مثال شما اگه اسپری کسایی که اسما دارن ببینین حتما یا بتا 2 اگونیست است یا گلوکورتیکوید است، چون اینا فوق العاده موثر هستند و عوارض جانبیشان هم کمتر است. به خاطر مریضان سی او پی دی که ما شما پیشتر گفتیم امفیزیمه دارن، یعنی مخاط زیاد افراز میشه و کرونیک برانشایتیس دارن، یعنی التهاب مزمن برانکسا دارن که عامل از این انتان بوده میتونه. به این مریضا ما شما مولتیپل برانکو دایلیتور میتیم، چون اینا اعراض شدیدتر نظر به اسما دارن، پس چندین دایلیتر میتیم تا اینکه امو اعراضشان خوب شود. مثلا بتا 2 اگونیست میتیم از طریق افزایش سیکلیک ایمپی باعث برانکو دایلیشن میشه و ام بلاکر میتیم از طریق نهی وصل شدن استایل کولین تاثیرات پاراسمپاتیک نهی میکنه، تاثیرات سمپاتیک غلبه میکنه.
در اینجا شما باز به شکل خلاصه دیده میتونید دواهای املاکر وصل شدن استالکونه جلوگیری میکنن، تیوفیلین از وصل شدن ادینوزین جلوگیری میکنه، همچنان انزایم فاسفودایستریز نهیه میکنه، دوای لوکاست وصل شدن لکوترین به رسپتورش جلوگیری میکنه، دوای زلتون از تولید لکوترین جلوگیری میکنه، دوای بتاگونست سیکل کیمپی را زیاد میسازه، تیوفیلین هم گفتیم از تخریب سیکل کیمپی جلوگیری میکنه. در نتیجه تمام از اینها هر کدام شکل تطبیق کنین برانکو دایلیشن به وجود میاد. به شکل خلاصه به خاطر اکیوت اتاک بتا 2 اگونست تطبیق میکنین، به خاطر پروفیلاکس گلوکورتیکوئید. اما یک شخص نظر به تاریخچه‌اش میشه که دواهایش تبدیل بسازیم. مثلا یک شخصی که مقابل دیگر دواها مقاوم است و جواب نمیده، مثلا تیوفیلین استفاده میکنیم یا امینوتیفیلین استفاده میکنیم.